خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید در صحت و سلامت باشین. شما الان بیننده برنامه راهی برای رسیدن هستید در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام. ما هم خدمتگزار شماییم. شبها رو یکی پس از دیگری داریم سپری میکنیم و امیدواریم که بر فهم و شعور ما نسبت به حضرات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین افزوده بشه و به اون حق معرفت ها که در انتهای قالب روایات هست برسیم، که وقتی اولو در منزلمون یا در هر کجای دیگه به محضرشون سلامی عرضه می داریم از روی علم، ادب و معرفت باشه، که اقل معرفت رو فرمودن باور داشتن به این که اون امامی رو که الان داریم صحبت میکنیم، حرف میزنیم، درد و دل میکنیم، سلام میدیم، پس از اینکه ایشان رو به عنوان امام مفترض و طاعه قبول داریم، به زنده بودن او و به اینکه او توانایی شنیدن کلام ما رو داره اقرار داشته باشیم. یسمعون کلامی و یردون سلامی. به اجازه بدید به محضر کارشناس محترممون هم عرض ادب و احترام کنم و منم مثل شما بنشینم و کمال استفاده ببرم. حضرت آقای شفیع سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. سلام الله شکرکم. قربون شما برم. ممنونیم که این شبها با حجم برنامه‌هایی که دارید باز ممکنیم شما رو اینجا کنار خودمون ببینیم و قطعا مادر سادات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جواب و اجر جزیلی رو به شما عنایت خواهند کرد. من میخوام قبل از اینکه شما صحبت بکنید یه فاصله کوتاه بگیریم، دوباره و برمیگردیم، بعد دیگه خلاص بدون اتلاف وقت در خدمت شما خواهیم. با ما باشید کماکان. محرمه ازای اشرف اولاد آدمه، در خدمت شما هستیم با برنامه رای برای رسیدن. قول دادم برگردیم دیگه من صحبت نکنم. خواهش کنم. سلام علیکم و رحمت الله. از زمان الله اجورکم. اجورکم. با افتخار من افتخار میکنم که توی این برنامه هستم و در خدمت شما هستم و همه این حرف ها و همه این بحث ها انشاءالله یه سر سوزنی بتونیم اسم خودمون رو ثبت کنیم در این مسیر و در نوکری ها. انشاءالله خیلی خدا رو شکر میکنیم که هستیم و میتونیم به تعبیری کار نوکری رو بکنیم برای یک منبری که انشاءالله جمعیت کثیری ازش فیض خواهند برد و ما رو دعا خواهند کرد. خب ما از موضوع اولیه‌مون فراموشمون نشده که یاری امام زمان رو در پرتو همه اینها داریم میپیماییم و به اون میخواییم برسیم که انشاءالله خوبی ها نصیب ما بشود. مراحل مختلف یا حالا شعب مختلف از بحث رو مطرح کردیم که دیشب به تمسک رسیدیم و اون چیزی که ما رو قطعا بالا میبره و تعبیرا میشه بگیم که راه 100 ساله رو برای ما با این تمسک کوتاه میکنه. و اما امشب بله خدمت شما که چند تا مرحله رو آمدیم، من امشب مرحله جدید نمیخوام اضافه بکنم یا مرحله بعدی، شاید یه جورایی بشه بگیم که همه حرفا رو تو همین چند مرحله‌ای که چند شب عرض کردیم بشود گنجان. معرفت پیدا کردن، تمسک، محبت، ولایت پذیری، زیر بار حرف امام رفتن، همه اینها امشب اگر بشه. ببین اول من یه مقدمه‌ای رو عرض بکنم. اون آسیب زندگی اکثریت مردم الان غرق شدن در این روزمرگیه،
ببین ما به روزمرگی دوچاریم که خدا نکنه، ولی اگر اون لحظه آخر فضا بلغت الحلقوم و انتم هین ازن تنظرون، شاید برای ما پیش اومده باشه کنار محتضری که داره جان میده حاضر باشیم نگاه میکنیم، چیزی هم نمیفهمیم خیلی، حالا این دیگه داره جون میده، عمرشو کرد و داره میره دیگه، اما اون چه حسی داره؟ اون که دیگه آخرین پله‌ای که در این دنیا هست رو هم داره طی میکنه، دیگه فرصت نداره، دیگه وقت جبران نداره، دیگه به فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی جان داره کم کم خارج میشه از نوک انگشتان پا، کم کم قالب تهی میکنه، جلوتر میاد، اولین عضوی که از کار میفته زبانش هست، میبینه، میشنوه، تکلم نه دیگه نمیتونه حرف بزنه، این کارو بکنید اون کارو بکنید، نه دیگه اشهد ان لا اله الا الله بگم دیگه نمیتونه، خدایا استغفر الله ربی و اتوب، هیچ و دور و بریام نمیتونه حرف بزنه، زبان دیگه تکونه. عضو بعدی گوش، چشم میبینه، این لبا داره به هم میخوره، میرن میان، هی یکی مفاتیح دست گرفته، یکی قرآن دست گرفته، یکی تلفن دستش، داره به اورژانس زنگ میزنه، اینا رو میبینه ولی چیزی هم نمیشنه، نمیتونه حرف بزنه، تو یه مرحله آخر چشم هم از کار بیفته. اون صحنه، خودمون رو تو اون صحنه تصور کن، قبل از اینکه برسیم، قبل از اینکه به اون جایگاه برسیم که دیگه راه جبران نیست، دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ کاری، نه از دست خودمون و انتم هین ازن تنظرون، شما وایسه فقط غیر نگاه کردن، حالا به اورژانس بگی اون دیگه قراره بره، کاری از دست کسی بر نمیاد، برای اون لحظه، برای حسرت نخوردن اون لحظه یک کمی تأمل کنیم، از این روزمرگیه خواهیم یک کمی جدا بشیم، فاصله بگیریم، برای حسرت نخوردنمون، این که ذوالقرنین به سپاهش گفت تو وقتی تو مسیر حرکتشون شبانه رسیدن به یه وادی، رو کرد به سپاهیانش گفتش که از این سنگای زیر پاتون اگه وردارید پشیمون میشید، گفتن پس ور نمید، گفت اگه ور نداریدم پشیمون میشید، گفتن یعنی چی؟ گفت همینی که گفتن، خب بعضی گفتن اگه ور داریم پشیمون، ور نمیداریم، بعضی گفتن اگه ور نداریم پشیمون میشیم، بذاری کمی ور داریم، اون وادی رو طی کردن، آمدن، هوا روشن شد، آفتاب زد، تعبیره اونا که ور داشته بودن دست کردن جیبشون، در آوردن دن جواهر، در طلا، همش قیمتی، اون که هیچی ور نداشته بود نگاه کرد تو مشت این دید جواهر، دو دستی زد تو سرش، گفت زیر پای من جواهر بود، من حالا منتظر این مای 600 700 تومان مثلا، یه تومان دو تومان مثلا حقوق و درآمدم، زیر پام برو جواهر مشت می‌کردم برمی داشتم، اون دو دستی زد تو سرش، اون که ور داشته بود گفت تو دستم گرفتم، جیبام خالی، کاش که جیبام هم پر کرده بودم، گفت کاش که یه جیبشو پر کرد، گفت کاش که دوتا جیب هم پر کرد، اون که دوتا جیبش هم پر کرد گفت این توبره از نصفش خالیه، مرکب هم میشد این نصف توبره ای که خالیه رو جواهر بریزم، اون که اون نصفه هم پر کرده بود گفت این طرف این اسباب اساسیه، این طرف توبره اینه به دردم نمیخوره، اگه پرش میکردم هزاران برابر میتونستیم اساس رو جبران کنم بخرم، بالاخره هر کسی هر چقدر ورداشته بود آخر نهایتاً دامن لباس هم میشد، خیلی طلا بود. حسرت، بعد رو کرد به لشکریانش گفت روز قیامت همین، اون که بار ور نداشته در دنیا که تکلیفش روشن، اونی هم که بار برداشته چون در قیامت هی به درجات بالاتر نگاه میکنن حسرت میخورن، میگن کاش وقت که بود، فرصت که داشتیم، چرا بیشتر جمع نکردیم، چرا بیشتر توبرمون رو پر نکردیم، که حالا ببینید ما در دنیامون مردم کلن اینطوری هن، غالب اینطوری هن، که در دنیا هرس میزنن، ببین یه مهمونی میره و بر میگرده میگه اینم مبل ما داریم، این فرش ما داریم، این دکوره، نبودی خونه فلانی ببینی، ماشین داره، همینجور به جای اینکه از این ماشین لذت ببره، تعبیر
روایت فهمیدن وقتی سوار مرکبتون میشید هر چی که بود. الحمدلله الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین. خدا شکر که من همینم دارم. اینم نداشتم یه زمانی. الحمدلله. به جای اینکه به داشته خودش نگاه کنه یا به تعبیر روایت که فهمیدن تو مادیات به پایین‌تر نگاه بکنید. به اون بخواد نگاه بکنه همینجوری به بالایی نگاه کنه. پراید داره الان شاید نزدیک 40 میلیون پولش میشه. ولی از پراید داشتنش لذت نمیبره. چون دلش مثلا پژو میخواد. پژو داره ها ولی از پژو داشتنش لذت نمیبره. بعدش چیه؟ تو این ماشین میره بالا دیگه. همینطوری لذت نمیبره و چون خودشو پایین میده شکرم نمیکنه. حواسش نیست که لئن شکرتم لازیدن نکن. شکرم نمیکنه. همینجوری تو دنیا داره دست و پا میزنه برای اینکه دنیاش بهتر بشه. اما برای بهشت به یک آپارتمان 60 متری همون ورودی بهشت وقتی در وارد میشی سمت چپ به همون قانه یا ما بهشت بریم همون اول هم میشه همین که جهنم نبریم خدا باشه اونجایی که بایستی حریص باشه حریص قانه اونجایی که بایستی قانه باشه حریص یعنی ما حریص. خیلی از کارمون ها جا اینجوری ها یعنی همین روزمرگی هامون هم همینطوره توی زندگی اصلا حالا ما که نداریم هیچ زندگی که توی او معنویتی باشد یا نباشد اینا همه ای اعمال و کردار و رفتار ما نهایتش مباحه دیگه که اونم میشه و تبدیل به خوبی ها کرد ولی کن خیلی کارا چه در کارهای تجاری روزمون چه در کارهای عبادیمون چه در کارهای رفتاری ما حتی با خانواده خودمون همیشه همینجور بودیم بله چشمون دنبال یه چیز دیگه است که دست یکی دیگه است بله و همین با همین روحیه باعث میشه از داشته هامون لذت نبریم ببین نظرات معصومین سلام علیه مجمعین فهمدن من لم يتعذب عزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات کسی که از اون چیزی که داره لذت نمیبره و همش حرص داشته های دیگران رو میخوره تعبیر اینه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات جیگرش پاره پاره میشه ببین تو این دنیا همینجور داره حرص بالایی ها رو خوره مثال ساده معمولی مثلا تو شهر خودشون نشسته داره زندگیشو میکنه خوشه با زندگی خودش خوشه یه وقتی صدای موبایلش در میاد یه پیام با تلگرام اومده واسش با جناقش براش یه عکس فرستاده از کنار دریا من و ساحل یه هوی این میره تو فکر واقعا ببین این هم با جناق ماست این هم داره زندگی میکنه ما هم داریم زندگی اصلا نه مسافرتی، نه رفتنی، نه آمدنی چی میفهمیم ما از زندگی؟ دست و پا میزنه، دست و پا میزنه مساعده بگیر، وام بگیر، نمیدونم حالا بریم مثلا کنار دریا کنار دریا میره، میگه بذار عکس بگیرم برای باجناقه بفرستم، بدون ما میایم قبل اینکه عکس رو بفرسته، وقت باجناقش عکس میفرسته با حافظیه شیراز پیش خودش میگه شیرازم خیلی خوشا شیراز و وضع بیمثال اصلا میگن هواش همیشه بهاریه خیلی خوب اصلا نرفتیم تا ببین مثلا 40 سالمون شد هنوز شیراز نرفتیم خوی شیراز بریم الان تو این سفر یه شماله رو که حالا رفتی لذتشو از اون لذت دیگه تمام شد دیگه ذهنش درگیر جای دیگه تمام شد برد. اینی که الان هستم دیگه لذت نداره از الان به فکر اینم که چه جوری مرخصی بگیرم یه مساعده بگیرم بدون حقوق و چی اونجا رفت ذهنش او میره سفر بعدی همین جوری هی باید بره برو خارج برو فلان کشور این سفر اون سفر فلانی رفته کره ماه تمامی که نداره که تمام تقطعت نفسه علی دنیا حسرات جیگرش پاره همینجور حسرت ببین از این لباس که داره لذت نمیبره از این سیستمی که تو خونش تعریف کرده از این مبلمانش از این دکورش هر دفعه هر جا که میره اون رو حبس میکنه این همون سیستمی همون مبلیه که مثلا تو خونه آوردی کلی ذوق و شوق داشتی چی شد یه مهمونی رفتی اومدی دیگه تمام شد اهل بیت فهمیدن کسی که به اون زندگی به اون داشته اون سطحی که هست قانع نباشه اولا آرامش زندگیش از دست میده خوشی زندگیش بعدم این مدل خوبه آدم اینطوری باشه خوبه نه ولی نه تو مادیات تو معنویات نگاه کن ببین فلانی هر سال یه کربلا میره شده قرض بکنه ولی زن و بچه‌شو میبره البته همینم نبایستی تبدیل به اصطلاح
خودمون چشم و هم چشمی بشه. حتی برای کربلا؟ حالا کربلا رو استثنا میگیم. برای کربلا اتفاقا روایت داریم. شاید من تنها موردی رو که دیدم تو روایت که چشم و هم چشمی فهمیدم میکنه. آره حالا کربلا میگم استثنا داره. حالت کلاس بذارید. کلاس گذاشتنتون باعث میشه دیگران تشویق بشن. آقا ما 5 تا کربلا با خانواده رفتیم ما. خیلی خوب به خاطر فرهنگ سازی زیارت آسایید شهدا است. حالا یکی از کربلا دیگه اصلا یه چیزیه که ببین هر جوری هست باید ترویج بشه و تبلیغ بشه. دقیقاً. بله ولی برای فقه مثلا در حج اجازه نمیده سفر رو با ترس بریم. حالا که کربلا امنیت کامله. ولی کن ما داریم تصاویر رو می‌بینیم دیگه همیشه با هم. ولی کن اگر در سفر کربلا ترس هم باشه امام معصوم فرمود شما نمی‌خواید اسمتون در لیست کسانی که با ترس به زیارت امام حسین میرن باشه. این نشون میده که کلن فقه هم نسبت به امام حسین استثنا قائل شد. ولی من منظورم اینه که بعضی ها از این چشم و همچشمیه به اون ریایه یا به کمیته میرسند. ما فهوای کردن مشهور داریم کیفیت خیلی مهمه. اون آسیبه. ببینید اینی که اهل بیت فهمید. ببینید این چشم و همچشمی نیست. اینی که من به دیگرانی که در مسیر معنویت پیشرفت کردن نگاه کنم، اول حرص بزنم آقا چرا من اینجوری نیستم، بعد سعی بکنم که او بشم. این ربطی به ریا نداره. بله آسیب عبادت ریا هست. کار خوب، کار لا تبتلو صدقات کن بالمن والعزا، کارهای خوبتون رو منت گذاشتن با اذیت کردن، بله ممکنه باطل بشه این کار خوب، همین بر بطلانش من حرفمه. بله یه جوری نباشه که بله اون از بین بره، اون یه آسیبه. ولی الان حرف ما تو اینه که اینجا همیشه ما باید به بالا دستی نگاه کنیم. اگه نماز من مثلا نماز صبح من 30 ثانیه طول میکشه با سرعت توربو با موتور جت هم اگر بریم مثلا اون که 1 دقیقه 2 دقیقهش مونده 2 دقیقه 5 دقیقه نگاه میکنم آقا نماز، میگم خب من الان نماز اینجوری بخونم این حال اینو ندارم، ولی میتونم به اندازه او طول بدم نمازمو یا نمیتونم؟ میتونم. یا خب حالا بذار من نمازم حالا ولو حال معنوی خیلی ندارم، لااقل در طولانی کردنش شبیه این بشم که از من بهتره. خب درجه به درجه دیگه حالم پیش میاد ناخودآگاه، کم کم بله به اونجا میرسه. و سفارش کلی اهل بیت تو زندگی مادی اینه که همیشه به زیر دستا نگاه کنید، نتیجهش این میشه قانعید و لذت میبرید از اون چیزی که دارید از داشته های خود و شاکر میشید. وقتی شاکر شدید نعمتتون اضافه میشه. از اون طرف در معنویات همیشه به بالا دستی نگاه کنید. یه وقتایی بچه از مدرسه برمیگرده برگه امتحانش هم آورده، گفتن که بده ولی امضا کنه. ولی اینجا به معنای دوست نیست البته. اونایی که من کنت مولا فهادا علیون مولا رو این مولا و ولی رو به معنای دوست میگیرن اینجا باید جواب بده. برگردن گفتن بده به ولیت امضا بکنه دیگه. حالا بین الهلالین یه چیزی آمد دیگه. نه خوبه برگر رو میاره میده دست مادرش یا پدرش، میگه که این امضا کن. نگاه میکنم این نمره 17. که چرا 17 شدی؟ میگه ما تو مدرسه اکثرا زیر 15 شدن، اکثرا زیر 15 شدن. مادری که خیلی حساس نباشه میگه خب آفرین باریکالله. مادر یه یکم دقیق باشه میگه کسی 20 نشد، کسی 19 نشد، چرا حالا یکی دو تا 20 هم شدن، یه دو سه تا هم 19 داشتن. میگه خب تو چرا به اونا نگاه نمیکنی؟ چرا زمین الان عادت کردی همیشه به زیر دستا نگاه؟ برای که کار خودشو توجیه بکنه نمره های پایین تر میگه. مادر زرنگ به در زرنگ از اون طرف اشاره بالایی هم کن. ولی این هست، این برای پرهیز از روز دوچار شدن به روزمرگی. اینی که ما عادت کردیم صبح بلند شیم نماز صبح بخونیم، یکی دو ساعت بعدش بخونیم، بعد بلند شیم بریم درسمون یا سر کارمون یا اداره یا در مغازه، بعد ظهر خسته و کوفته بیایم مثلا نمازمون بخونیم، نهار بخوریم، یکی دو ساعت هم استراحت بکنیم، باشیم یه عصرونه یه چایی، بعد بریم بیرون یه دوری بزنیم، بعد یه کم تلویزیون ببینیم، شام بخوریم، بخوابیم، دو مرتبه فردا صبحش هم چای اینا رو الان مردم بشنون میگن آقا سلبریتی بازی در میاره. خیلی ما که صبح میایم سر کار تا اله شب. خب حالا مثال میزنم، من محصلیشو گفتم بذار درس بخونم سر کار بره مثلا حالا یه شیفت کار بکنه. ولی این روزمرگیه، نگاه میکنیم گذاشتم اینو همش همینطور بوده، صبح نماز صبح خوندیم، بعد رفتیم سر کار، برگشتیم نهار خوردیم، استراحت کردیم، بعد برای دو ساعت تلویزیون رو پیش رفته کن.
میدونید این روز ملگی یکی از مذراتش اینه که دستمون خالی میمونه. حالا شاید پیش خودش بگه خب آقا من رفتم توی اون تایم که صبح رفتم تحصیل اینقدر برداشت کردم که، ولی نگاه میکنی همون ضرر همون برداشت دیروزه، شما برداشت دیروزت هرچه اینی که اهل بیت فرمودن اگه دو روزت مثل هم باشه ضرر کردی. ان الانسان لفی خسر، انسان همجوری داره سرمایش که عمرش بشه میگذره، بعد امروز هم مثل دیروز. چطور تو کاسبیت اگه پیشرفت دیروزت مثل امروز بود، دو روز سه روز یه هفته دو هفته یک ماه دو ماه دیدی پیشرفتی توش نیست، هفته 1000 تومان در میوردی، هی زور زدی آی هفته 1000 تومان فقط خرجم میشه، هفته 1000 تومان مثلا 40 سال پیش دارم عرض میکنم، بله. خرج مثلا هفتم میشه دیگه، نمیتونم چیزی کنار بذارم، کم کم یه زمینی بخرم، کم کم یه خونه ای بسازم، یه شغله بدن من بخوام 50 سالم تو این شغل باشم، همین هفته فقط خرج خورده خوراکمو در میارم، عوضش میکنی. ولی تو معنویات چی؟ تو معنویات نگاه کن، این همون دیروزی است. این هفته مثل هفته قبل بود، این ماه مثل ماه قبل تو، خب پیشرفت توش. اینو دست و پا بزن. عرض من امشب اینه که یک کمی یه تکونی بخوریم، یه برنامه ای. حالا تو نمازمون، تو مطالعه، اصلش تو مطالعه. اون پله اول معرفته. بله. که البته چی از ما خواستن؟ با چی آدم پیشرفت میکنه؟ چی کار کن؟ یه وقتی به یه صدقه یه روز جمعه، به یه جمله امیرالمومنین سلام الله یه 6 تا 7 آیه است. فهمیدن کسی اینا رو صبح از خواب بلند میشه اول وقت این مثلا 6 7 آیه رو بخونه تا شب خدا ازش محافظت کنه. حتی اگر یه جاهایی قصد گناه کرد، عزمش رو جذب کرد برای اینکه گناه بکنه، به خاطر اون کار خوبی که صبح انجام داده خدا حفظش میکنه. می‌خواست یه صحنه‌ای رو ببینه یهو برق میره. بعد میگه حیف شد. دیگه نمیگه که این لطف، این لطف خدا بود، این لحظه برق رفت یا شارژ گوشی تموم شد، اون گناهی که عزم جذب بود برای اینکه خب من حالا اینو مطالعه کردم، این یه دونه حدیثو فهمیدم، خب اینو یه خب برای خودم پیش اومده دارم میگم، همین یه دونه حدیثو من پرینت گرفتم زدم پشت در خونه، اول از صبح از خواب کردم چون اولین 5 6 تا آیه رو میخونم. آیاتشو میدونیم آره، بعد آدرس بدین، من 6 تا رو، نه من 6 تا رو، چون آیات مختلف، آیات مختلف کنار هم دیگه 6 7 تا. حالا اگر آوردین ما توی کانال برنامه هست، یعنی اگر من اون روز این کتاب بر نداشته بودم، این بله، چند تا بله. چند سفر رو بخونم، از این خیره تا آخر عمرم محروم بودم. همین چند روز پیش یکی از دوستان میگفت، میگفت که یه استادی داریم، یه کتابی رو دو سه جلدی نوشته، میگفت اینو توی زنگ تفریحام من نوشتم. گفتم استاد شما این همه مثلا تألیفات دیگری دارید که الان مثلا یک دست تألیفاتون 10 ساله دارید روش کار می‌کنید، زنگ تفریح هم مگه ده؟ خب اینی که مثلا حالا نشستم چای بخورم این کتاب رو نوشتم. دیدم ما هر کاری می‌کنیم آخر اقل. هم وقت زیاد میاریم هم عقبیم. دیگه اونا چه کار دارن می‌کنن؟ همین. فلذا اگر بتونیم ببینید بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سرای. ببین اینی که ما همیشه به گذشته زندگیمون که نگاه کنیم داریم حسرت می‌کنیم، قصه می‌خوریم، اونجا رو از دست دادم، من میتونستم فلان بشم، من میتونستم بهتری بشم، من میتونستم نمره یک بشم، من تو ورزشم مثلا میتونستم بشم، من تو درسم میتونستم پیشرفت کنم، من تو زندگی مثلا میتونستم، اگه اونجا اون کارا رو، همش به گذشته که نگاه کنیم هی قصه می‌خوریم، حسرت می‌خوریم، برای اینکه شاد بشیم مثلا به گذشته فکر نمی‌کنیم. برای آینده البته برنامه‌ای نداریم، تو همون با هم دیگه گذشته و آینده رو با هم دیگه داریم از دست میدیم. همین یه برنامه‌ای بریزیم. لااقلش این هر شب شما یه کتاب معرفی میدید وقتی من میرسم. از خوندن اگه حوصله خوندن این کتاب‌های کلی رو هم نداریم، از همین کتاب‌های خرد جزئی که معمولاً من می‌بینم کتاب‌های جزو ماننده. یعنی خوندن شاید سرتاش کتاب‌های رفرنس الان آره. معرفی نمی‌کنم به دلیل اینکه مردم حوصله الان دیگه مردم کم حوصله. خودمون همه کم حوصله ایم دیگه از وقتی بالاخره رسانه‌ای شدیم. پای تلگرام اینستاگرام اینا، ولی از همینجا شروع کنیم. تو این کتاب یه نکته به درد بخور هست یا نیست؟ صد البته یه نکته رو بنویس. حالا کتابایی که ما بیشتر با محوریت اهل بیت قطعا بیشتر هم هست، ولی یه دونه حالا ما یه دونه شو انتخاب از بمونو جذب می‌کنیم از الان. ببین مثلا من این کتابو خوندم، حضرت فهمیده بودن که مثلا راوی داره گزارش کنه سفر امام رضا سلام الله علیه رو از مدینه به مرو، بعد دشمنم هست فرمانده مثلا سپاه مثلا بنی عباس،
مثلا اون گزارش کنه که بله در طول این مسیر که می آمدیم امام رضا سلام الله علیه نماز که می خوندن، نمازهای واجب مستحبشون که می خوندن، در رکعت اولش سوره قدر رو می خوندن. او به من نمیگه که آقا ای کسی که پیرو علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هستی از این بعد در رمازهای، نه دیگه خود حدیث مفصل تمسک. من دیدم اهل بیت اینجوری زندگی، من میگم آقا من که نمیتونم امام رضا بشم، ولی میتونم در نماز خوندنم در رکعت اولش اون سوره ای رو بخونم که امام رضا میخونه. بله میتونم یه دونه درس از این کتاب، ولی از منو جذب بکنم برای اینکه این کارو انجام بدم، یعنی معارف رو تو عملمون بیاریم. به تعبیری برای رسیدن به یک معرفت کامل ما بایستی الگو پذیری هم داشته باشیم. آره. شاید شما مرحله مرحله نگفتید، من اینجوری میگم یکی از مراحل ما برای اینکه بتونیم یار خوبی برای امام زمان باشیم الگو شناس یا حالا که در پرتو معرفت و الگو پذیری خوبی رو داشته باشیم. بله. یعنی پای درس و پای مکتب اهل در جا نزنیم. ببین من الان به زندگیم که نگاه میکنم ببینم من در این ماه یه تغییری کردم، حالا تو اون لیستی که درس‌هایی رو که از این مطالعات داریم حالا یه لیستیه می‌نویسیم، اما از این تصمیم گرفتم شب قبل از خواب سوره تکاثر رو بخونم. چرا؟ چون یه حدیث خوندم مثلا حضرت فرمودن که هر کسی قبل از خواب سوره تکاثر رو بخونه بعد از مرگ در قبر عذابش خیلی تنگ یا عذاب قبر نداره. این درس امروز گفتم نوشتم. من وقتی نگاه می‌کنم اینا ببین من در این ماه یه حرکتی یه پیشرفتی داشتم که مثلا در اون 30 چند سال قبل این پیشرفت رو نداشتم. یا آیت الکرسی حضرت فرمودن قبل از خواب بخونه این ثواب ده. اصلا ثواب دیگه یادم میره، فقط من همین قد یادم میمونه که قبل از خواب یا آیت الکرسی باید بخونه. همینا پله های شاید هر کدوم پله خیلی کوچکی باشه، پله های کوچک کوچک کوچکه که پیمودنشون باعث پیشرفت انسان میشه. دیگه مسیر صاف نیست، مثل دانه های زنجیر که حالا بعض مواقع دیدیم زنجیره خیلی ریزه ولی اینقدر محکمه که کار یک زنجیره خیلی قوی رو انجام میده. هرچی بکشی دیگه آره دیگه ظرافتش مثلا لاتیال اونه که کار ناجور میکنن استفاده ضربی ازش استفاده میکنن میگن خیلی دردآورتره. لذا این کوچیکا بعض مواقع خیلی ما رو راحت تر به نتیجه میرسونه و روی اون راهی که دنبالش هستیم ما رو کمک میکنه. خب یه جنبندی بکنیم، 2-3 دقیقه برنامه‌مون به پایان رسید. زود تموم شد. اینقدر شما شیرین صحبت میکنی الان شاید باورتون نشه 30 دقیقه است داریم با هم صحبت. خیلی زود گذشت. یعنی من کتاب آوردم یکی دو تا حدیث از رو بخونم دیگه حتما. حالا یه دونه شو هدیه کنید به مردم امشب. به خدمت شما که من برای الگو پذیری این پیشرفت کردن یه الگویی رو که خود اهل بیت معرفی کردن امام رضا سلام الله علیه حدیث اینم سلسله الذهب برای خودش، چون همه راویان همه سلسله این سند همه معصومه. امام رضا از پدر بزرگوارشون از جدشون از سید الشهدا سلام الله علیه نقل میکنن که حضرت فرمودن رعا، من متن عربی رو بخونم، رعا امیر المؤمنین علیه السلام رجلا من شیعتهی بعد عهد طویل. امیر المؤمنین سلام الله علیه یکی از شیعیانشون اومده مدت طولانی مثلا یه 10 سال گذشته به صورت ظاهری البته امیر المؤمنین ایشون رو ندیدن و الله امام که محیط بر عالم دور محیط بر به صورت ظاهر وقد اثر السن فیه و کان یتجلد فی مشیته. خب به 10 سال ندیدنش، 10 سال پیر شده، این چروک شدن این شکسته شدنه در چهره او نمایانه، این دیگه اون مرد 10 سال پیش نیست، اما هنوز با صلابت راه میره، محکم قدم بر میداره. این حالا تعبیر اختلافه، بعضی میگه همین راه رفتن ظاهری، بعضی ها میگن امیرالمومنین سلام الله علیه بعد مثلا 10 سال او رو دیده بود، همون شیعه ای که وقت جوانی شعور داشت در دفاع امیرالمومنین و در پیروی از امیرالمومنین سلام الله علیه هنوز همونه، انرژی کامل انرژی داره، سست نشده، ضعیف نشده، همونه. فقال علیه السلام کبر سنک یا رجل، حضرتش فرمودن پیر شدی ای مرد. این جالبه، نه سید الشهدا اسم میبرن نه خود امیرالمومنین سلام، ای مرد یا سید الشهدا فرمود رجلان من شیعته، یکی از شیعیان، اسمش مهم نیست، رسمش و وصفش مهم. وصفش کبر سنو که یا رجل پیر شده. بلا فاصله ببینید محضر امیرالمومنین سلام داره فیلم نمیشه بازی کرد، پیر شده.
کبر سنکه یا رجل قال فی طاعت که یا امیر المؤمنین. پیر شدم در مسیر اطاعت تو پیر شدم، این طرف اون طرف نرفتم. حضرت نفهمده نه بابا من که میدونم، من که اون روز دیدمت، من که خبر دارم فلانجا، به من که میگن چی کار میکنم، من میشه راست. مثل این بیته که میگید با حسین حسین پیر میشه، داریم با حسین حسین پیر میشویم، خوشحال از این جوانی از جوانی دست داریم، از دست رفتیم الهی انشاءالله. که فقال علیه السلام انک لتتجلد، اما قرصی ها منو محکمی ها، خوب سرپاوش، آره سرپا، منو جون داری، انرژی داری، یعنی تعبیر این که این انرژی این کجا میخوای خرجش کنی. قال الا اعدائک یا امیر المؤمنین، انرژی من کوری چشم دشمنان تو، من با نشاط در راه تو هستم و در مقابل دشمنان تو ضعف از خودم نشون نمیدم، با صلابت در برابر دشمنان تو قدم میزنم. خیلی روایت زیباست، خیلی. کی بوده؟ کی بود؟ کاش اسمشو میگفتن، ما به اسم صداش میزدیم. خب خیلی ها رو در تاریخ وقتی بررسی میکنیم میتونیم جای اینها بنشونیم. بله، اسبغ ابن نباته رو دیدن، بهش گفتن یه قراری با امیرالمؤمنین داشتین شما، گفت نمیفهمم چی میگین، میخواست نگه از اسرار از اون خبرام او چی میگین، نمیفهمم چی. گفتن با یه قراری با امیرالمؤمنین شما یه تعدادی بودید گذاشته بود، قرار چیه؟ توضیح مختصر با همین قدیم هم بهتون بگم، اینو مرحوم کشی در رجالشون ذیل ترجمه اسبغ ابن نباته این جریان رو نقل کن، گفت من همین قدیم بهتون بگم که ما با امیرالمومنین سامدالی قرار گذاشتیم شمشیرهامو رو گردنمون باشه، همین خودش یه دنیا توش حرف، وعده نکردن که آقا دستمون به قبضه شمشیر، دست به قبضه شمشیر دو تا حرکت میخواد برای زدن، یه حرکت باید شمشیر رو در بیاری بعد بزن، این میگه شمشیرام رو گردنمون باشه، هر کسی رو امیرالمومنین سلام الله علیه اراده کرد و اشاره کرد بزن ذهب کنی. الان امام عصر سلام الله علیه اگر این وعده رو بگیم آقا اسبغ ابن نباته و رفقاش با جدتون امیرالمومنین این قرار رو گذاشتن، حضرت بهشون وعده داد اگه این کار رو کردید منم روز قیامت وای میستم تا شما رو بهشتی نکنم بهشت نمیرم، شما با ما این وعده رو میذاری؟ امام زمان سلام الله علیه قبول نمی کنن؟ بگیم آقا این شمشیر رو گردنمون، من امروز میبینم این استاگرام چیزیه که تو از من میخوایی ذبحش کنم پاکش میکنم، فردا میبینی این وسیله این شخص این رفیق اینا رو باید بذارم کنار به خاطر تو میذارم، هر چی که هست از نرم افزار از وسیله از شی از شخص هر چی، این بنده خدا از ایناست. گفت سنم گذشت در مسیر طاعت تو گذشت، نشاط دارم هنوز با صلابتم برای دشمنی با دشمنان تو، صف وایسادم پای کار دین پای کار شما. سوال سوم، ما میگم این دوتاشو اگر نداریم از اینجا به بعدشو، حضرت فرمودن که فقال علیه السلام اجد فیک بقیتن، هنوز یه فرصتی داری، حالا مثلا 30 سال از عمرت گذشته، مثلا میگم یه 2-3 سالی از عمرت باقی مونده، 50 سال گذشته هنوز انگار یه 10 سالی یه 5 سالی از عمرت مونده، کنار از این که حالا تا اینجاشو اینجوری اومده از اینجا بعد میخوای چیکار کنی؟ قال فقال علیه السلام اجد فیک بقیتا قال هی لک یا امیرالمؤمنین، از جو بعدش هم از اینجا بعدش هم با تو، تا اینجاشو برات تو خرج کردم از اینجا بعدش هم برات، مثل ضحاک ابن عبیدالله مشرقی نیست که به سید الشهدا سلام الله علیه تو را پیوست و گفت آ قرارمون با هم دیگه این، من تا وقتی شما رو کمک کنم که فایده داشته باشم بعدش به من اجازه بدید برم، حضرت فرمود باش. این آخرین نفری که با سید الشهدا بود، یعنی اصحاب به شهادت رسیدن این هست داره دفاع میکنه، بنی هاشم به شهادت رسیدن این هست داره دفاع میکنه، میگه من موندم و حضرت، گفتم آقا قرارمون یادته؟ حضرت فرمودن بله، چیکار کنه؟ گفتم آقا من میخوام برم. حضرت خب چجوری میره علی همه ما رو محاصره کردن؟ آقا یه اسب بستم تو این خیمه سوار میشم میرم میزنم به دل لشکر دشمن فرار میکنم. از اون باشه ببین اجد و فیکه بقیتن، نگفت هی علکه یا ابا عبدالله، ما به امام عصر ارواح الله الفدا اینو بگیم، بگیم آقا تا اینجا شما اگه شل اومدیم از اینجا بعدش میخوایم با تو باشیم انشالله.
انشالله. فکر کنم خیلی از وقتی که نه استفاده کردیم، مثلا تازه وارد جای خوشمزه شدیم به قول معروف، ولی حالا وعده میکنیم فردا شب ادامش. الهی که همش مال آقا باشه انشالله، خودش بگیره اون چیزی رو که خودش رو از ما میگیره. ممنونم، بریم برگردیم، باز در خدمتتون هستیم. آقا طیب سلام بلند.